رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس دوم تیموتائوس فصل اول از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و فرستاده شد تا زندگی را که در مسیح عیسی یافت می شود اعلام نماید به تیموتائوس فرزند عزیزم تقدیم می گردد از طرف خدای پدر و مسیح عیسی خداوند ما فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. خدای را که من مانند اجدادم با وجدان پاک خدمت می کنم سپاس می گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به یاد می آورم خدا را شکر می کنم. وقتی اشکهای تو را به یاد می آورم آرزو می کنم تو را ببینم تا با دیدار تو خوشی من کامل گردد. ایمان بیریای تو را به خاطر می آورم، یعنی همان ایمانی که اول مادر کلان تو لوئیس و مادرت افنیکی داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست. به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری کردم عطیه خدا به تو داده شد. می خواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگه داری، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خیشتنداری پر می کند. پس از شهادت دادن به خداوند ما یا از رابطه خودت با من که زندانی او هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید با آن قدرتی که خدا می بخشد شریک باش. خدا ما را نجات داد و به یک زندگی پاک و مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه مطابق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. در حال حاضر این فیض و وسیله ظهور نجات دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او مرگ را از میان برداشت و زندگی و فنا ناپذیری را به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلم باشم. به این دلیل تمام رنجها را میبینم، اما از آن خجل نیستم، زیرا میدانم به کی ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است تا روز آخرت آنچی را به من سپرده شد حفظ کند. تعلیم صحیحی را که از من شنیده ای با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار بده و به وسیله روح القدس که در ما بسر می برد آن چیزهای نیکوی را که به تو سپرده شده است حفظ کن. خبر داری که در ایالت آسیا همه از جمله فیجیلوس و هرموجینس مرا ترک کردند. خداوند رحمت خود را به خانواده اونیسیفورس عطا فرماید، زیرا او نیروی تازه‌ای به من بخشیده است. او از این که من زندانی هستم خجل نبود، بلکه وقتی که به روم رسید در جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز بزرگ او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی می دانی که او در افسوس چه خدمت های برای من کرد.